عرض سلام و تقدیم احترام حضور یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. آرزومندم که همه شما صحت و سلامت باشین و زندگی بر وفق مرادتان باشد. امروز به سراغ مزار خاتم الشعرا مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی آمدیم که یکی از بزرگترین شعرای قرن نهم هجری قمری در هرات است. می‌دانیم که مولانا عبدالرحمن جامی در سال 807 قمری یعنی در زمان حکومت شاهرخ میرزا در جام متولد شد و با پدرش در خردسالی راهی هرات شد. او در هرات در مدرسه نظامیه هرات آموزش دید و نزد مولانا جنید اصولی، خواجه علی سمرقندی و مولانا محمد جاجرمی کسب علم نمود. بعدها در دربار تیموری راه پیدا کرد. مولانا عبدالرحمن جامی یکی از جمله شعرا و نویسندگان است که بی نهایت شاهان تیموری به او احترام دارند. او در هرات مدرسه ای داشته و تعداد زیادی از طلاب در اینجا به کسب فیض می پرداختند. از جمله مشهورترین شاگردان وی می توانیم از مولانا عبدالغفور لاری و همچنین خواهرزاده وی مولانا عبدالله عاطفی یاد بکنیم. حضرت مولانا عبدالرحمن جامی در سال 898 قمری در هرات وفات کرد. جنازه او با احترام خاص توسط سلطان حسین بایقرا و همچنین وزیرش امیر علیشیر نوایی در هرات در قسمت اخیر خیابان دفن شد. از مولانا عبدالرحمن جامی آثار متعدد باقی مانده، از جمله سه دیوان شعر، نفحات الانس، درة الفاخره، هفت اورنگ، شرح فسوس الحکم، شواهد نبوت، نقد النصوص، اشعه اللمعات، رساله لوامع، رساله لوایح، چهل حدیث، سخنان خواجه پارسا، رساله تحقیق المذاهب، مناسک حج، بهارستان، رساله کبیر در معما، رساله متوسط در معما، رساله صغیر در معما، رساله موسیقی، سلامان و ابصال، حلیه حلل، مناقب شیخ الاسلام و غیره. علاوه بر اینها آثار دیگری هم از مولانا جامی باقی مانده که تعداد این آثار را اکثریت محققین به 54 اثر میرسانند. مولانا عبدالرحمن جامی یکی از بزرگان طریقت نقشبندیه است و با خواجه عبیدالله احرار رابطه بسیار نزدیک داره و همچنین با مولانا سعدالدین کاشغری که پیر طریقت نقشبندیه در هرات بود، او علاوه بر روابط فرهنگی روابط خیشاوندی هم داشته. در مزار مولانا عبدالرحمن جامی تعداد زیاد از علما و دانشمندان و همچنین شعرهای قرون مختلف دفنند که از مشهورترین این افراد میتوانیم از مولانا سعدالدین کاشغری پیر طریقت نقشبندیه، مولانا محمد جامی برادر مولانا جامی و همچنین مولانا عبدالغفور لاری که یکی از شاگردان و مریدان خاص مولانا عبدالرحمن جامی بوده و به همین قسم مولانا عبدالله عاطفی خواهرزاده مولانا جامی در مزار این بزرگمرد دفن می باشد. مردم هرات و شهرهای همجوار و مولانا جامی و مزارش ارادت خاص دارند و روزانه تعداد جهت دعاخانی به مزار این عارف و صوفی وارسته آمده و دعاخانی می کنند و ادهی هم بر مزار جامی آمده و به تلاوت قرآن کریم می پردازند. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون صدق الله العلی العظیم.
ایوان مزار مولانا عبدالرحمن جامی در زمان حکومت احمد شاه دورانی ساخته شد. پس از آن نیز این ایوان تا کنون چندین بار ترمیم و مرمت شده است. نخستین بار این ایوان در زمان حکومت امیر حبیب الله خان توسط سردار سلیمان خان که حاکم هرات بود، این ایوان مورد ترمیم و مرمت قرار گرفت. بار دیگر این ایوان در سال 1326 خورشیدی در زمان حکومت محمد ظاهر شاه ترمیم و مرمت شد. متاسفانه این ایوان در طی جنگ‌های داخلی قسمت‌های اعظم آن از بین رفته و تخریب شده بود که مجدداً در سال 1381 خورشیدی این ایوان احیا شده که بعداً در سال 1386 خورشیدی مقبره مولانا عبدالرحمن جامی به شکل فعلی ساخته شد. اما ایوان بارگاه برای آخرین بار در سال 1401 خورشیدی از سوی دفتر تیکا متعلق به جمهوری ترکیه مورد ترمیم و مرمت قرار گرفته است. در پایان از توجه همه شما دوستان عزیز تشکر و سپاسگزاری می کنم. لطفاً کانال ما را سابسکرایب، پست های ما را لایک و نظریات خیش را در بخش کامنت با ما در میان بگذارید. وقت شما بخیر. خداوند یار و نگهدارتون.